آیا دعا در سرنوشت ما تأثیری داره یا نه؟ در تغییر سرنوشت ما دعا بکنیم سرنوشت ما عوض میشه، تقدیر ما عوض میشه. خوب به این مثال من توجه بکنید تا براتون واضح روشن میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده لا يرد القدر الا الدعاء، حدیثش هم هست و ثابت هست که تقدیر را به جز دعا چیزی عوض نمیکنه. اما ابتدا ببینیم تقدیر چیه. ما دو نوع تقدیر داریم، یک تقدیر ازلی داریم که الله متعال تقدیر کرده، در علم الله گذاشته که در دنیا فلان اتفاق بیفته و اون الله نوشته، ازلی کرده، مهر زده روش، تموم شده، الله فارغ شده، میشه تقدیر ازلی، تموم شده. اون تقدیر در لوح محفوظ فقط الله میدونه، بین خودش هست، کسی نمیدونه، تقدیر ازلی هست. تقدیری داریم تقدیر معلق است، تقدیری که الله معلق کرده، یعنی اونو به چیزی وابسته کرده. به عنوان مثال من مثال بهت میگم، تشنگی یک نوع تقدیر است. الله سرنوشت ما چنین نوشته، تقدیر کرده که ما تشنه بشیم، اما در مقابلش آب خوردن رو به ما الله آموخته، برای ما قرار مقدر کرده که با خوردن آب تشنگی برطرف میشه. گرسنگی یک نوع تقدیر است و خوردن غذا برای که سیر بشیم یک نوع تقدیر است. مریضی تقدیر است، به دنبال دارو و درمان و شفا و اینا رفتن و دعا خوندن هم تقدیر است. صدقه بلا خودش یک تقدیر است، صدقه دفع بلا میکنه، صدقه بیماری را شفا میده. اینها اسبابی هست که الله اینا به هم مربوط کرده، یعنی هم بیماری تقدیر است، هم دنبال دارو رفتن تقدیر است، هم تشنگی تقدیر است، هم آب خوردن تقدیر است، هم گرسنگی تقدیر است، هم اینکه ما غذا بخوریم، هم اینکه ما خوابمون بیاد تقدیر است، هم اینکه بخوابیم استراحت بکنیم تا خواب ما کامل بشه و خستگی ده، هم خستگی تقدیر است، هم اینکه استراحت بکنیم رفع خستگی، همه اینا به هم ربط داره. پس تقدیری که الله معلق کرده، الله مشخص نکرده، اونو به دعا ربط داره. به عنوان مثال من رو دعا مثال بزنم که اگر فلان بنده دعا کرد من این بلا رو ازش دور میکنم، بله، چون این تقدیری سرنوشتی با دعا عوض میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده تقدیر، این تقدیر با دعا عوض میشه. مریض میشیم، میریم دارو درمان دکتر همه اینا میگیره، بعدش دعا میکنیم، بعدش صدقه میدیم، الله بیماری ما رو شفا میده. اما اینکه من به عنوان یک انسان تقدیر شده که من مرد باشم، من نمیتونم با دعا بکنم خدای من رو عوض بکنه، یا زنی بگه دعا بکنه خدای من رو، این تقدیر ازلیه، این تقدیر ازلیه. اینکه من انسان باشم، اینکه من اهل فلان شهر باشم، پسر فلان خانواده، پدرم، مادرم، اینا دیگه قابل تغییر نیست. پس مقدراتی که الله معلق کرده با دعا عوض میشه. حالا بیماری کرونا، وبا، یک نوع تقدیری است که با دعا عوض میشه. پس دعا بکنید، با دعا بلا دفع میشه. و در حدیث اومده که بلا از آسمان نازل میشه، دعا میره بالا، این دوتا با هم دعوا میکنن، کشتی میگیرن. هر چقدر دعای شما جاندارتر باشه، قویتر باشه، یقین شما با دعا بیشتر باشه، گمان شما با الله بهتر باشه و دعا رو با اخلاص با یقین بکنید، اونقدر در دفع بلا تاثیر داره. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، دعا بکنید در حالی که یقین داری که دعات قبول میشه، نه با شک و تردید. این دعا تقدیرتو عوض میکنه، تقدیری که معلق کرده. پس در دعا کردن کوتاهی نکنید، تا میتونید امروز دعا بکنید تا بلا دفع بشه، بیماران شفا پیدا بکنن و این مشکلات حل بشه و الله قادر به حل میکنه.